بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداءهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه و یک بار دیگه با برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم. از کربلای معلا پیام آور کلام عشق و محبت و معرفت اهل بیت اسلام و طهارت هستیم و در این چند شب هم که افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی باشیم، بیشتر داریم با مراتب کفویت و همشأنی و همسانی بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام آشنا میشیم. اجازه فرمایید قبل از اینکه وارد بحث بشیم خدمت مهمان گرانقدر برنامه عرض ادب و احترام و سلام داشته باشم و بعد به همراهشون انشالله بحث امشب رو آهسته آهسته واردش بشیم. آقای دکتر سلام، بنده رو پذیرا باشید. علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر باشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام خدمت حضرت عالی، من در اختیار جناب عالی هستم. خدا حفظتون بکنه انشالله که همه ما در اختیار و در خدمت اهل بیت اسلام و طهارت به روی پا بایستیم، عرض ادبی کنیم و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. بفرمایید. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آقا قمر منير بني هاشم، يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، السلام علیک یا ساقی العطاشا، السلام علیک یا ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکات. تو این دنیا هر کس دنبال یه چیزیه، هر کسی هم دغدغه و نگرانی یه مطلبی رو داره. خب زندگی در دنیا نیازمند یک سری نیازمندی ها، نیازمند یک سری در حقیقت اولویت هاست که آدم بتونه شب و روزش رو بگذرونه، زنده باشه و حالا بالاخره شکر نعمات خدا رو به جا بیاره. ولی آیا واقعا هدف از زندگی کردن فقط زنده بودنه؟ یه لحظه بیایم فکر بکنیم. پس حسبی الله و نعم الوکیل چی میشه؟ پس لا حول ولا قوت الا بالله چی میشه؟ پس اونجایی که ما باید توکل بکنیم به خدای عزوجل و بعد از حرکت خودمون مطمئنن لیس للانسان الا ما سعا، باید خدای عزوجل رو در بین دو دیدگان خودمون و در جلوی خودمون بدونیم و
نزدیکتر از هر چیز به خودمون بدونیم خدا رو و رزق و روزی رو از خدای عزوجل طلب بکنیم، اون چی میشه؟ خیلی خلاصه و مختصر بگم، شرایط هرچی هم که سخت باشه، فراموش نکنیم که ما خدایی داریم که رزق و روزی ما رو تقبل کرده و هدف از زنده بودن فقط و فقط زندگی کردن در این دنیا نیست. اجازه فرمایید برنامه سرزمین عشق امشب رو با موضوع کفویت و همسنخی حضرت زهرا سلام الله علیها و بی و آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت جناب دکتر فریدونی باشیم و انشالله ببینیم بحث امشب چه هست و راجع به اون از ایشون مطالبی رو بشنویم. جناب دکتر در خدمت هستیم. عرض میکنم که در میان ما مسئله نام نهادان یک مطلب روتینه، جاریه. هر نوزادی که در خانه به دنیا میاد، حالا در همون زمان یه هفته بعدش به کم و زیاد، برای اون نامی رو انتخاب میکنن که او رو به اون نام بنامند. ولی در این انتخاب هیچ نوع سنخیتی بین آنچه که مینامند و نوزادی که به دنیا آمده ممکنه وجود نداشته باشه. صرفا فقط نام نهادن از تسمیه است، توجه کردید؟ یعنی به تعبیر راحت‌تر بین اسم و مسمی ممکنه هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشه. ولی در میان رجال الهی و نسوان الهی به اصطلاح به این تعبیر، نام نهادن بر اساس حکمتی است و حتما بین اسم و مسمی یک نسبت بسیار نزدیک برقرار هست. حالا گل‌های سرسبد خلقت به لحاظ دید ما و اعتقاد ما و باور ما در کل مسلمانان جهان دارم عرض میکنم، پنج تا بیشتر نیستن دیگه، اینا گلهای سرسبدن در واقع. پیغمبر است و علی، فاطمه، زهرا، حسن و حسینی خمسه طیبه هستند. بنابراین بسیار طبیعی خواهد بود و بسیار قابل انتظار خواهد بود که نامهایی که برای بزرگواران نهاده شده است، این نامها از سوی خود خدا آمده باشد، چون خدا از هر کس دیگر به انسان نزدیکتره. به تمام دقایق وجودی هر انسانی خدای متعال اشراف کامل داره. بنابراین این نام ها که میاد حتما ملاحظه بین این دوتا مطلب شده، بین اسم و بین مسما. متعال چون بحثمون ما یک بحث به اصطلاح طرفینیست نسبت به حضرت امیر علیه السلام و حضرت صدیقه کبرا، بنابراین من یه دوتا حدیث اولش بخونم که این در برگیرنده نام این پنج تنه به چه علت به این نام ها نامیدن اونها رو و خدای متعال چرا انتخابشون کرده به این ترتیب، و بعد بریم سراغ بحث های اختصاصیمون. حضرت صدیقه به طور تنها، بعد حضرت امیر علیه السلام به طور جدا و تنها. خب احادیث در این مورد ما زیاد داریم، در گرد همایی پیغمبر با عزیزانش، یعنی حضرت امیر، فاطمه، زهرا، حسن و حسین. لذا این حدیث رو میتونیم بخونیم، کتاب بهار جلد 37ش این مطلب که از معانی الاخبار نقل میکنه، مال شیخ بزرگوار ما صدوق است این کتاب که خیلی قابل توجه، که پیغمبر روزی نشسته بودند و چهار عزیز پیغمبر همراه پیغمبر بودند. پیغمبر شروع کردن به صحبت کردن قریب به این مضامین که در نزد خدا خانواده از خانواده ما برتر و بالاتر وجود نداره، و بعد این تعبیر رو اینجور تکمیل فرمودن: به خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی اسم مرا از نام خودش مشتق کرده، خدا محمود است و من محمدم، و اسم علی رو باز از اسم خودش علی اعلا هست، علی از اونجا گرفته شده، و بعد اسم امام حسن رو خدای متعال از نام خودش مشتق کرده، اون محسن است و این هم به اصطلاح حسن است، و بعد هم اسم حسین رو هم از اسماء دیگر خودش مشتق کرده، یعنی ذل احسان، و او هم حسینه. و اما ای فاطمه جان، نام تو رو هم از اسمی از اسامی خودش مشتق کرده، زیرا که تو فاطر السماوات، خدا فاطر السماوات والارض است و تو فاطمه هستی. این یه حدیث در کلیت قضیه، که یادم نره یه دونه حدیث عجیب غریبی
از ملا جلال سیوطی براتون نقل کنم بازم. این که اسماء در حقیقت تقارن اسماء الهی و اشتقاق اونها که اسماء این پنج تن آل عبا میشه رو در دعای شیعیان وقتی خدای عز و جل رو قسم میدن استفاده میکنن، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی و الاخر، فکر میکنم ارتباط کاملی با همین مطالب که بیان فرمودید. یقینا در دعا شما در واقع معارف رو به شکل دعا بیانش میکنید، فرق نمیکنه با این قضیه. خب و اما این حدیث دیگر که باز همین کتاب همین جلده از تفسیر فرات ابن ابراهیم نقل میشه، امام صادق بیانش کرده، از قول پیغمبر اکرم ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء، هیچ چیز نبود. این مطلب میخواستم شرح بدم، ما وقت نمیکنه متاسفانه، که خدا بود و هیچ چیز دیگر نبود. ازلی خداست، ابدی هم خداست. این مزخرفاتی که صوفیه درست کردن برامون که اصلا با هیچ نوع منبع مذهبی ما نمیسازه، که همه چیز خدا و همه کس خدا و همه چیز خدا بوده و مسائلی از این قبیل دیگه. حالا وقت این که بریم سراغ این بحث رو نداریم اجمالا. فخلق خمسه من نور جلاله و اشتق لكل واحد منهما اسما من اسمائه، بازم این که معنیش مشخص چی هستش. فهو الحمید، فرمای شما، و سمانی محمد، و هو الاعلا و سما امیر المؤمنین علیان، و له الاسماء الحسنا فاشتق منها حسنا و حسینا و هو فاطر فاشتق فاطمه من اسمائه اسما دیگه. این هم این که کلیتش رو بیان کرد. اما در مورد تک تک آدم واقعا وقتی این حرفا رو میخونه، از این که در خانه شیعه به دنیا آمده و خدا به او تفضل کرده، به چه علتش رو نمیدونیم، پدرمون، مادرمون، اجدادمون، هر چه هستش که واقعا در این جرگه قرار داره، واقعا میخواد که از شدت خوشحالی پوستش رو پاره کنه تا این حده که من دنبال کسانی میروم که در دستگاه خلقت واجد یه همچین اهمیت و عظمتی هستند، مخصوصا این دوتا بزرگواری که ما انتخابشون کردیم. از امام صادق نقل شده حضرت فاطمه را در نزد خدای متعال نه تا اسم، فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، رازیه، مرزیه، محدثه و زهرا، که ما نمیتونیم در مورد تک تک اینا بحث بکنیم چون راجبشون بخوایم بحث بزنیم یه ماهی وقت لازم داریم، نداریم وقت. هر کدوم اینها اسم است و مسما، تنها اسم خالی نیست. چرا نامیدن مبارکه؟ برای چی بهشون گفتن مبارکه مثلا؟ اصلا بهشون چرا این محدثه گفته شده؟ اینا تمامش بحث عمیقی خواهد داشت که گفتم نمیرسیم. اما این نامی که مشخصترین نام برای ایشونه، چون خود من معتقدم که این بزرگوار یک نام بیشتر نداشته، اینای دیگه صفات او هستند، اون نام فاطمه است. و به شما هم عرض بکنم در کتابای اهل سنت هم تا دلتون بخواد در این باره صحبت شده، ما اصلا در این باره هیچ کمبود روایت نداریم درباره تسمیه حضرت، درباره چرا کرمی فاطمه آمده اصلا تو کار. اون حدیثه یادم داشت میرفتش که بگم براتون از سیوطی. در تفسیر سوره بقرش که ایشون تفسیر میکنه میرسه به اینجا، علم آدم الاسما کلها، اینها رو به اصطلاح یاد داد به اون. اون وقت حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا، پدر مادر بزرگ ما، یک خطایی حداقل مرتکب شدن، یک نهی در واقع تنزیهی رو مرتکب شدن، بنابراین اونها رو از زودتر از چیز آوردنشون بیرون از بهشت، چون بعضی ها مثل حافظ گرفتار اشتباه گنده ای شد در بنده، جای تعجب هم نداره، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. میگه به خاطر همین قضیه گندم خوردنش بود که از بهش بیرون کردن. نه، به خاطر بیرونش نکردن، اصلا قرار بود بیرون بیاد، بود که بیرون بشه. اینی جائلون فل ارض خلیفه. خب هر صورت
این کار کردن، خب خودشون هم ناراحتن دیگه، فریب شیطان رو خوردن و خلاصه مدت توقفشون در بهش کوتاه‌تر شد. این داستانش اینجوریه. گفتن خدا چیکار کنیم؟ فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. تو پرانتز حضرت آدم به خاطر پشیمونی از جزء بکائین، بله بکائین چقدر چندین سال گریه کردن تا که خدا گریه کرد. بله به هر صورت اونم لطف خدا البته بر او بود دیگه. خب خدای متعال در برابر این درخواست حضرت آدم که من چیکار کنم، یک کلماتی رو به او القا کرد. خب اینو دیگه قرآن نمیگین کلمات چی بوده. درست. ملا جلال مفسر عالی قدر و عالی شأن سنی برامون اینو میگه که چی بوده. او میگوید خدا به عالم به آدم تعلیم کرد که بگو یا حمید به حق محمد. حتما در جلد اول تفسیر الدر المنثور برید ببینید این مطلب رو. بله. خب این مطلب اینجوری شد که چی؟ یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات والارض به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، الله تبت علیه. خدا بهش یاد داد اینا رو بگو. بله. وقتی گفت فتاب علیه. فتاب علیه. این خواستم حدیث بگم. حالا اینجا یک نکته عجیب غریبی در مورد کلمه فاطمه وجود داره. من که خودم توان در خودم نمی بینم واقعا بتونم بیان بکنم، با که در پیدا کردن لغت عاجز نیستم، ولی واقعا سخته. وقتی که حضرت صدیقه به دنیا آمد، خدا فرشته ای رو مأمور کرد برو به خانواده پیغمبر اونجا و القا کن که نام این کودک رو و این نوزاد رو فاطمه بنهند. فاطمه بنهند. خب حالا چرا نام او را فاطمه نهادند؟ در این ارتباط فاطمه دارای چه معنایی است که خدا امر میکنه برید و این نام رو براش بگید که این فاطمه باشد؟ یه حدیث دیگر داریم که این حدیث عجیب غریبیه. خدای متعال او رو فاطمه نامیده به این جهت که بعد خدای متعال میفرماید که لعنها فطمت هی و شیعتها من النار. و یه مطلب دیگه هم هست که خدای متعال فرمود انی سمیتها فاطمه، او رو فاطمه نامیدم. برای چی؟ توضیح خیلی کوتاه خدمتتون بگم. بچه که داره شیر میخوره میخوان از شیر بگیرنش، یک غذای جانشینی بهش میدن. سابقا سرلاک ساخته خارجی ها بود به بچه میدادن، حالا فره نمیدن، فرقی نمیکنه خیلی، به میگم غذای جانشینی. خب حالا خدای متعال میفرمایند که من او رو فاطمه نامیدم که چی؟ که من غذای جانشینی برای فاطمه را علم قرار دادم. شما را هر چی میخوای فکر کن دیگه. فتمتها من الشر ها انی فتمتو که بالعلم و ان تمس بالمیثاق. اصلا این قیمت این حدیث نداره. خدای متعال داره بیان میکنه من تو رو فاطمه نامیدم. اولا نام نهادن تو مال منه. بله. خب من نام تو و اینم هست انی فتمتو که بالعلم، یعنی شیر دادن تو قطع کردم موقعی که باید قطع بشه علم به تو دادم. این بحث البته الان جاش نیست، وقتی زمان راجع به علمش صحبت خواستیم بکنیم اونجا مفصل تو این باره میاییم تا ببینید ما چه زیانی کردیم. آقای بزرگان بیا به ما چه لطمه ای زدند آنانی که عمر فاطمه را کوتاه کرده، یعنی جهان رو از معارف فاطمی خلاصه خالی کرده. اونجایی که این فرصت پیدا کرد که حرف بزنه، الله اکبر، به جاش صحبت میکنیم. حالا خیلی وارد این بحث نشیم چون از بحث اصلی میمونیم اشتی برسورم. اون وقت دنبال همین حدیث آمده ان تمسه بالمیثاق، در همون عالم زر و میثاقی که ما بحثش کردیم اونجا مقدر کردیم
که فاطمه زهرا دوچار اون ناراحتی هایی که زنان معمولا میشوند نشود. لذا این ناپاکی ها را اصلا به خودش ندید. در برخی روایات دیدم حضرت صدیقه امام حسن رو مثلا فرض بفرمایید زور به دنیا آورد نماز از خوندش به. تو این نبوده اجمالا این قضیه. خب این معنایی که خیلی معنای عجیب غریبه. فاطمه را فاطمه باز نامیدند در احادیث دیگر، لعنها فطمت عن شر، اصلا در وجود این بانو شری راه نداره، خدا بریده این قضیه رو. و اونجایی که حالا بیشترین روایات به خودش اختصاص داده، بیشترین رو به خودش اختصاص داده که چرا فاطمه را فاطمه نامیدن، فاطمت حضرت زهرا سلام الله علیها سمیت فاطمه تو فاطمه لان الله فتمها و محبیها من النار. خدای متعال بریده اصلا. کلمه فاطمه رو بخوایم معنا کنیم به معنا چیزی که میبره و قطع میکنه هست، ماده فاطمه هم از در زبان عربی یعنی برید و قطع کرد. حالا فاطمه اسم فاعل مؤنثشه یعنی برنده و قطع کننده، توجه کردید یا نه؟ خب از چی برنده است؟ از چی قطع کننده است؟ از جهنم، از دوزخ، از آتش. خدا هم او را و هم فرزندان او را و هم دوستداران او را از به اصطلاح قضیه شر باز داشته و از آتش جهنم هم باز داشته است. لطفا نگاه کنیم به یه دونه مطلب. حضرت تو در باب علم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اگر اشتباه نکنم در مفاخره‌ای که حالا اگر اشتباه نکنم یا صحبت که با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داشتند، فقط به یک جمله اکتفا بکنم که حضرت بیان می‌فرمایند که من علم ماکان و ما یکون و ما لم یکون رو در حقیقت دارم، که این خود همین مطلب مطلب بسیار از این بلخص بحث علم مالم یکون مسئله بسیار عظیمی هست، یعنی آنچه درش بدا شده و قرار بدا بشه منش میشه این. حالا اون که اینشارا در جای خودش خواهد آمد مطمئنن، اینجا حرف بسیار در بحث علم انشالله وارد این بله خواهد. حتی یک جلسه مطمئنن کافی نخواهد، حتما حتما ناچاریم بیشترش بریم که حق بر تقریبا تا حدودی بعد. این کتاب اسمش زخار العقباست، این طبری سنیه، من براتون میخونم صفحه 26 این کتاب زخار العقبا رو میخونم براتون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این البته آله نگفته ها بله، و آلهش خود من میگم به اجازه خودم، و سلم لفاطمه، یا فاطمه تدرین لما سمیت فاطمه، میدونی چرا تو رو فاطمه نامیده اند؟ آها. قال علی یا رسول الله لما سمیت فاطمه، لحظت علی این مطلب رو میشنود از پیغمبر سوال میکنه بله. چرا این بانوی بزرگوار که همسر من هست رو فاطمه نامیدن؟ قال ان الله عز و جل قد فتمها ها و ذریتها عن النار باسم یوم القیامه اخرجه الحافظ دمشقی و قد رواه الامام علی ابن موسی رضا فی مسنده، و بعد ان الله عز وجل فتم ابنتی فاطمه و ولدها و من احبهم من النار فلذلك سمیت فاطمه. تمام احادیثی که اهل سنت نقل کردند که نامی از فاطمه زهرا در اونها آمده بدون کمترین استثنایی این مطلب رو توی ذکر کردند. باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ابنتی فاطمه حوراء حوریه است اذ لم تخذ ولم تطمث، همون عادات زنانه به اصطلاح خلاصه، و انما سماها فاطمه لان الله عز و جل فتمها و محبیها عن النار. گمان میکنم همین مقدار
در زمینه نامیدن ایشون به فاطمه در نظر وقتی بپرم که فایت بکنه. سلام الله علیه. ما تقریبا نیمی از وقت برنامه رو راجع به نامگذاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیگرش خیلی زیاده. هم میخوام راجع به امیرالمومنین حالا فکر کنم در بله این حدیث رو نمیخوام آخر ازش بگذرم. نمیدونی چه کیفی میکنم. چاق میشم وقتی حدیثو. عباس عموی پیغمبر بزرگ فامیل ریش سفیده. در اسلام احترام نهادن به پیر مردان مؤمن خیلی توصیه شده. به. این داستان رو سلمان نقل میکنه. سلمان فارسی نقل میکنه. میگه در محضر رسول خدا نشسته بودیم که عباس وارد شد. به. عباس باشه اما سگرمهاش تو همه. به قول ما قیافه شیک در چاره. خلاصه طول نکشید که بالاخره معلوم شد که مشکلش کجاشه. یا رسول الله من تو علی هممون به یه جا میرسه نسبه بله به هاشم میرسه این چیه تو قد با علی خلاصه اینجوری حرفا رو میگی میری زیر بغل علی تعبیرات ما اینجور رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم عمو جان بیشیم برات بگم داستان چه قراره خدای متعال بود و هیچ چیز دیگر نبود کان الله ولم یکن معه شیء اون مطلب خدا خواست خلقت رو آغاز بکنه تکلم بکلمت فصارت نورا ثم تکلم بکلمت فصارت روحا دو تا مخلوق به نام نور و روح آفرید فمزج ما بینهما به همدیگه آمیخت و از این آمیزه نور ما رو ابتداعا خلق کرد بعد نور علی ابن ابی طالب رو خلقش کردش بعد به همین ترتیب نور حسن رو خلق کرد نور حسین رو خلق کرد و آمد انوار ائمه دیگر رو خلق کرد و بعد سراغ فرشته ها رو آفرید و سراغ انبیا و اولیا به همین ترتیب همه رو از نظر روحی نوری که خدمتتون عرض کرده بودم همین خوش بحث بسیار مفصلی همه رو آفرید بعد فرشته های چی بلد نبودن ما میگفتیم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر اینا یاد گرفتن نظام معلم فرشته ها هستیم ما خدا خواست اینها رو بیازماید لذا ابری رو آفرید سیاه بر سر فرشتهایی که صف به صف وایساده بودن داشتن میگفتن انداخت صداشون در اومد الهنا و ربنا منذ خلقتنا ما رأینا مثل هذا از وقتی که ما رو آفریدی اینجور چیز دیده بودیم سیاهی و به حق هذه الانوار الله کشفت لنا تو رو به قسم به این انواری که خلق کردی چیکار کن خدایا اینو از سر ما ببر خب البته باید عرض بکنم که پیغمبر اکرم فرمود وقتی خدا من رو خلق کرد عرش رو از نور من خلق کرد لذا من اجل از عرش هست علی ابن ابی طالب رو خلق کرد خدا سماوات رو از نور او خلق کرده حسن رو خلق کرد نورش رو خورشید رو از نور او آفرید حسین رو از ماه رو از نور حسین خلق کرد اینجوری بود حالا این ناله رو اینا کرده که خدای از ما ببر این تاریکی رو خیلی بدجوری وایستده در این هنگام خدا فاطمه را آفرید نور فاطمه را آفرید گفت آدم پرده پرده گوش میگیره مثلا سیدا خیلی خیلی باد کنن به خودشون وقتی اومد او را همانند چراغی و قندیلی به ساقه عرش آویخت نور فاطمه رو تمام هستی که خدا قرار کرده بود با نور فاطمه روشن شد سلام الله علیه و لهذا سمیت فاطمه تو الزهرا اون لقب دیگرش یا نام دیگرش که زهرا است به این اعتبار بهش داده شده دو مرتبه روشن شد فرشته ها شروع کردن سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر خلاصه خدای متعال قسم خورد و عزتی و جلالی خیلی قسم غلیظی هم به عزت و جلال خودم قسم لاجعلن ثواب تسبیحکم تقدیسکم تحمیدکم تحلیلکم هر چی میگید خلاصه بله لهذه المرأه و ابیها و بعلها و بنیها و محبیها الى یوم القیام اللهم صل علی محمد و آل محمد توجه کن چیز داستانه خب من قرار دادم ثواب این
از کار شما رو. و اینها مطالبی که آقا رسول الله دارن به عموی خودشون عباس بیان. عباس حواست جمع باشه. خلاصه برای اینا قرار دادن تا روز قیامت، برای حتی محبی ها. بله. دوست دارن فاطمه میشه. عباس دستش آمد مطلب چیه؟ بلند شد از پیش پیغمبر آمد بیرون. در راه به حضرت علی برخورد کرد. آغوش کشود و علی رو در بغل گرفت. و ما بین دو چشم او رابطه، یعنی این پیشانی دیگه. بله. علی را بوسید. تو پدر مادرم فدات. حالا فهمیدم تو کی هستی. تو این علی که جلو من هستی تو نیستی، این واقعیت تو چیز دیگر. به این جهت فاطمه را زهرا نامیدند. اینجا این مطلب آمده، مردم عرض کنم که مدینه گاهی میدیدن که تو نماز صبحشون یک نور خلاصه سفیدی اومد تو خونه هاشون، نور سفید اومد تو خونه هاشون، خدمت پیغمبر میرفتن این نور مال چیه؟ فرمان برین در خانه فاطمه زهرا، دیدن این نور، نور چهره او هست. بعد از نماز صبحش حالا دبیر و تمام خانه های مدینه نور سفید روشن کرد. زور می شد بودن نور آمد، نور زرده. خلاصه پیش پیغمبر می رفتن برید در خانه فاطمه تا ببینید که نور چهره او زرده، همه خانه ها رفته. شب می شد قرمز می شد مثلا فرض کن. اونجا هم یه اعتبار دیگری است که فرمودن فاطمه را به این جهت زهرا. زهرا اصلا معنیش یعنی نورانی هستن. دکتر اهل مدینه این معجزات رو دیدند و این آیات واضحات رو دیدند و بعد از شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله این چنین رفتار کردن با بی بی دالم هست فاطمه زهرا سلام الله علیها. شرح این چی میگه؟ این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر که بگم داستان چه داستانی بود. به به به، مردمان خلاصه برات بگم، صحبت امام حسینه. به الناس و عبید و دنیا و دین لعقون علا السنت هم یهوتونه هو ما درد بهی ما آیشو هم و ازا محسو بالبلاه قلد دیانون. الله دون بنده های دنیا هستند، آمدن فدکی رو که خدای متعال به پیغمبرش داده بود، امرم کرده بود که چی کن، به اهل بیتت بده، حقشون رو بهشون بده. آت دل قربا حقهو، دا رسول الله فاطمت، پنج تا سنی گردن کرد این حرف گفتن، دا رسول الله فاطمت و اعتاها فدکا، و فدک داد. درآمدش هم عجیب غریب بود، تا 80,000 دینار طلا اون وقت نوشتن فاجیز داشت. یک ریالش خودش فاطمه زهرا برای خودش خرج نمیکرد. من این طرف بودم، اینها نقشه رو کشیده بودند. من چه بگم؟ حالا دهن ما رو وا کردین شما. پیغمبر که از دنیا رفته، اینو طبری میگه، من نمیگم این حرفو. محمد ابن جریر طبری سنی، صاحب کتاب تاریخ طبری، جلد دومش هم هست، میگه پیغمبر دوشنبه از دنیا رفته. آقا یه چیز صلوات الله علیه، جناب عایشه چهارشنبه خبر میشه. الله، ظاهرا پیغمبر در خانه عایشه هم بوده اصلا. میگه اون وقتی فهمید که قبر کنادش هم برای پیغمبر قبر میکندن، تیششون برخورد میکرد با سنگا، این برخورد باعث شد که او حالیش بشه. خب کجا بوده این؟ در مراسم تجهیز بدن پیغمبر ما از خلیفه دوم کجا نشان بگیریم؟ بفرمایید من کجا نشان بگیریم ما؟ در سقیفه. کجا؟ از خلیفه اول کجا خب نشان بگیریم؟ حالا منای سقیفه سون رفته بود، شیش فرس منزلی چیز مدینه رفته بود. خب اینا کجا بودن؟ او اونجوری، این اینجوری، اونجوری. این نقشه ها از قدیر چیده شده بود. این نقشه ها چیده شد حتی برای پیغمبر هم برنامه درست کرده. بعد ترورش میخواستن بکنن دیگه، که حذیفه دید. بعد از این داستان که حضرت علی مشغول هست، با بدن پیغمبر مشغول هست، اینا نیستن، در همون حال مشغول اجرای نقشه هن. اولین کار چیه؟ بفرستن بره عامل فاطمه زهرا رو از فدک بیرون بکنن. اولین کارشون اینه. خب پولا اومده ازشون، دارم باش بازی میکنن دیگه، مردم ساکت میشن، کاری نداره که. بله. با مختصری اونم که ساکت نمیشن، ساکتشون میکردن بله. میکشتن.
برخی با تسمیع، برخی با تهدید. حضرت زهرا در خونه ها میره با حضرت امیر مدتی، بابا مردم بیاین، شما که بودین دیدین پیغمبر رو، دیر اومدی، دروغ میگفتن، دروغ میگفتن، چی دیر اومدید؟ چقدر گذشته بود از این قضیه؟ ما زودتر اگر می اومدی با تو بیعت میکردیم و همین در قدیر همین هم بیعت دروغ بود. مگر در قدیر بیعت نکردی؟ بیعت کردم سه روز و مگر بعد از کشته شدن عثمان بیعت نکردید؟ قرار بود بیعت نکنید. منظورم از این بیان اینه که اینا اصلا برنامه رو قبلا نقشه ها رو چیده بودن، اصلا چیده بودن که اصلا دست علی بن ابی طالب کوتاه بشه، ولو به قیمت اینکه فاطمه زهرا رو چیکارش بکنن، شهید کنن. ما تقریبا 10 دقیقه 12-13 دقیقه تا پایان برنامه هنوز وقت خیلی خوب داریم. پس بریم حالا راجع به تصمیم آقا بریم و میریم هم صحبت کنیم که بچ خلاصه از آنچه بیان شد رو هم خوب. از زبان شما داشته باشیم. برای حضرت علی علیه السلام و سلام بریم بگیم اونم گفتیم برای از فاطمه بنت اسد داره نقل میکنه، میگه فلم ما عرد تو ان اخرج ولدی علیون یدی حتف بی حاطفون و قال، داره از خانه خدا بیاد بیرون، حضرت علی هم بغلشه، تازه به دنیا آمده، حاطف ندا میده یا فاطمه سمیه علیان خب فعنال علی الاعلا و انی خلقته من قدرتی و عز جلالی و قسط عدلی و اشتقت اسمه من اسمی و ادبته به ادبی و فوضت الیه امری، خدا داره میگه، توجه کردید؟ گنجه شافعی کتابی داره کفایت و طالفی مناقب علی ابن ابی طالب است، اسم کتابش اینه، شافعی هم هست، شافعی هم هستش. میگه از یزید ابن قعنب و عباس نقل میکنه، دیدیم که این آمد از فاطمه بنت اسد سلام الله علیها آمد و داره با خدا صحبت میکنه که زایمان بر من آسان بشه، خب به همه چی معتقدم، به خدا معتقدم، به پیغمبران معتقدم، اینو بر من راحت کن. به قول جناب علی دیشب که چی کرد؟ شکاف برداشت خونه یک میره اونجا پذیرایی هم میشه، موقع به دنیا آمدن چهار زن بهشتی رو براش میارن، جامعه بهشتی هم میارن، آب زمزم میارن، همین حرف هم میارن، خب میاد بیرون به بعد از 3 روز دیگه. اولین کسی که میره سراغ او رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در بغل میگیره، فرمود علی جان برای من سخن بگو، امام هم هنوز قرآن نیامده، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، میخونه بچه به دنیا اومده، پیغمبر فرمود قد افلح بک بک یا نباشه، دینی که علی توش نباشه بخوام 70 سال نباشه اون دینه، خب اینجوری شد قضیهش. بعد آمد جناب ابو طالب گرفت بچه به دو بیت شعر گفت، ابو طالب گفت گرفت رو بغلش اینجوری طرف آسمان، یا رب هذا القسق الدجی والقمر المنبلج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا ترا فی اسم ذا السبی، ای خدایی که این شب تاریخ رو خر کردی، ماه درخشان رو خر کردی، تو برامون روشن کن نام این طفل رو ما چه بنهیم. منادی ندا میدهد یا اهل بیت المصطفی الزکی خصستم بالولد الزکی ان اسمه من شامخ علی علیون اشتق من العلی علی. اللهم خدا خودش معین کرده اسم این بزرگوار باید علی باشد اینجوری بحب. خب وقتی داریم حالا که ما تقریبا 10 دقیقه هنوز خیلی وقت داریم، خیلی حرف هم میشه، یکی از کنیای بزرگوار ابو ترابه. خب عبایت ابن ربعی میگه به عبدالله ابن عباس گفتم لما کننا رسول الله علی گرم ابو تراب، چرا بهش همچین کنیه یاد ابو این هوا پدر خاک دلست. بله چون تراب به عربی یعنی خاک، بله بله، قال لانه صاحب الارض صاحب زمین هستن، حجت الله علی اهلها و بهی بقاها و الیه سکونها،
ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اذا كان يوم القيامه وراى الكافر ما اعد الله تبارك وتعالى لشيعه علي، اون روز معلوم میشه ولایت علی شاید قیمت داره، ولایت مداران در نزد خدای متعال چه قربی پیدا میکنن وقتی اومد و کافران نگاه میکنن. این کافر اعمه ها نگیم کافر منکر خداست، نه، حتی منکر عالمانه ولایت عالمانه باشد بله. نباشه مستضعفه. خب میبینند برای شیعیان علی چه فراهم کرده، من از ثواب و زلفا و الکرامه، از ثواب کرامت و به اصطلاح نزدیکی به خودش. اون وقت یقول یا لیتنی کنتو ترامیان، ای کاش، ای یا لیتنی من شیعت علیین، و ذالک قول الله عز و جل و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. خب باز از پیغمبر اکرم نقله به هار جلد 35، یا علی ان الله قد غفر لك ولاهلك ولشيعتك ومحب شيعتك، نه شیعه تو، نه خانواده تو، بلکه دوستداران شیعت و محبی محبی شیعتك، آن کسی که دوستدار دوستدار علی ابن ابی طالب باشه. فابشر فانك الانزع البطین منزوع من الشرك بطین من العلم. میخواست هست بگم یکی چیز ترجمه نمیکنم، فالا برای بینندگان اگر ترجمه بفهم میکنم. انزع بطین میگن، این انزع بطین رو یک سری شیر ناپاک خورده بله میگن، یعنی چی؟ یعنی شکمش گنده بوده و مونم نداشه سره کچل بوده خورده سره. پیغمبر معنا میکنه منزوع من از شرک، این انزع بطین یعنی وجود تو اصلا درش ذره شکل را پیدا نکرده. بطین من العلم، ها، سینه تو همون که خودش گفت انا مدینت بر علم. اینجا چیه؟ حضرت امیر علیه السلام و سلام اینجا چیه؟ انا ها هنا لعلما جمع جمع اینو باید. خب مدب دیگر یعصوب الدین بهش میگیم، هادا یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین. شما میدونید حتما یقینه روز قیامت قیافه های تر تازه هستند و سفیدند و میدرخشند. به اینا میگن چی؟ قره محجلین یا قره محجل، یعنی پیشونی سفیدا. خلاصه امیر المومنین پیشا پیش اینا چی کار میکنه؟ حرکت. حرکت میکنه و میره. یعصوب الاخره از سید و رئیس و المقدم. یه مطلب بخونیم تمامش کنیم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سماه المرتضا، پیغمبر نامیزون. چرا؟ لأن جبریل علیه السلام حبت الیه فقال، اومد خدمت پیغمبر جبریل، یا محمد ان الله تعالی قد ارتضى علیا لفاطمه، خدا راضی شد علی فاطمه رو بگیره، و ارتضى فاطمه لعلی. اینم اسمه خلاص، اینم مطلب. علی ابن ابی طالب مورد رضایت هم خود خدای متعال، هم رضایت پیغمبره و همین که راضی شده خدای متعال که شوهر فاطمه زهرا باشد. اینا یه مقدار واقعا مختصر بود. هر کدوم اینها واقعا و بدون اغراق با علم ناقص ما مفصل چندین شب میشه راجبش صحبت کرد. با علم ناقص ما و در علم اهل بیت اگر بخوایم وارد بشیم و صحبت بکنیم که لا تعد و لا تحصى. خب بریم سراغ این قضیه که حالا میخوام جمعش کنیم. اگر خلاصه ای راجع به آنچه در این جلسه بیان کردید بیان بفرمایید. دیگه یاد گرفتیم چی باید بکنیم. عزیزید، خدا هست بخلاص. هست کنم حضورتون که بحث تسمیه بود و عرض کردیم بین آنچه که ما به عنوان تسمیه میشناسیم و آنچه در مفاهیم مذهبی است خیلی تفاوته. ظاهرا بین اسم و مسما باید یک ارتباطی در این نوع نامگذاری ها باشه و هستش. بنابراین صحبت کردیم، یک بار به شکل جمعی صحبت کردیم، یعنی پنج تنی که حالا با هم بودن که دربارهشون چرا به این نام ها نامیده شدن اینا رو عرض کردیم. مهم کارمون هم اینه که هر جا بخوایم حرف بزنیم حتما سنی هم حرف زدن، خوشبختانه از اونها هم استفاده میکنیم
که بگیم مطلب مورد قبول همگان هستش، یه بحثه. بعد به شکل جدا جدا رفتیم جلو، اول حضرت صدیقه رو شدیم خارجی، میگن لیدیز فرست، بعد سراغ فاطمه زهرا رفتیم، خلاصه مثل هر شب دیگری نامیدیم. کلمه فاطمه رو برای چی؟ فاطمه عن شر، اینکه کسی مطابق و همشأن اون نیست، به وسیله علم خدا تغذیهش کرده و نظیر این گونه امور. و مهمتر از همه در روز قیامت اون بحثی که نشان میدهد که شیعیان و دوستدارانش رو از آتش نگه میدارد و هم خودش هم به همین ترتیبه. اینا رو عرض کردیم خدمتتون. راجع به زهرا هم مختصری صحبت، خیلی مختصر صحبت کردیم البته. و بعد آمدیم سراغ حضرت امیر علیه السلام. چرا علی؟ هم خودمون گفتیم، اما از اهل سنت نقل کردیم، نام از سوی خدای متعال آمده است. از ملا جلال سیوطی گفتیم براتون، بله. این نام رو گفتیم. و بعد هم رفتیم سراغ بقیه القابش، یعصوب الدین، قائد القر المحجلین، ابا تراب یا ابو تراب، هم کنیه، هم لقب و هم صفت. اینا رو در حد بسیار بسیار اندک آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. به این مقدار. احسنت. خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر. واقعا استفاده کردیم، هم بیان شیوا و شیرین شما، هم ادا و اجرای در حقیقت بیان و کلام به سبکی بسیار دلنشین و معلوماتی که هرچند شاید بینندگان عزیز مطمئنن البته میدانند این مطالب رو، ولی ذکر علیین عباده و انشاءالله که این عبادت ذخیره شب اول قبر و قیامت همه ما باشه. هدف از این برنامه رضای خدا و تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشاءالله که به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدا بر ما منت بنهد و فرج مولای ما را قریب بگرداند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. التماس دعا و یا علی. تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.